تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سر سفره قرآن هستیم، از اول شروع کردیم به جزء 16 سوره مریم آیه 36 رسیدیم. آیه تلاوت میشه، چند دقیقه ای تفسیری داریم، ساده، روان، فشرده، قطره ای. آیه 36 رو بشنوید. و این الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. در حقیقت خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، از سخنان عیساست. فاعبدوه، خدا را پرستش کنید، هذا صراط مستقیم، راه مستقیم همین بندگی خداست. حضرت عیسی در بندگی در معرفی خودش گفت انی عبدالله، چون گفت من انی عبدالله هم دیگه نگفت، نمیگه من عبادت میکنم، من بندگی خودم گفتم که انی عبدالله، من بنده خدا هستم، من که بنده خدا هستم، حال شما بنده خدا باشید. فعبدوه. حالا اولین دستوری که دریافت کرد درباره نماز بود و اوصانی به صلات، اولین برنامه‌ای هم که اعلام کرد پرستش خدا بود. فعبدو. چی دارم میگم؟ اولین دستوری که خدا به عیسی داد گفت اوصانی به صلات، اولین دستوری هم که عیسی به مردم گفت فعبدو، نماز، بندگی خدا. هذا صراط مستقیم، راه مستقیم اینه. در اهدنا الصراط المستقیم بارها از من پرسیدن که اگر یک دعای مستجاب داشته باشیم چه دعایی بکنیم. من بهش گفتم به نظر من میاد که شما بگید اهدنا الصراط المستقیم، چون اگر دعا مهمتر از این بود واجب میشد. هیچ دعایی واجب نیست ما بگیم جز اهدنا الصراط المستقیم، چون نماز واجبه و در نماز همه محتاج به هستیم. حتی پیغمبر بیش از ما میگفت اهدنا الصراط المستقیم، با اینکه پیغمبر سوار بر راه مستقیم بود، نه در راه مستقیم بود، اصلا سوار بر راه مستقیم بود. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط، علی یعنی سواره، علی است، این تسلط داره بر راه مستقیم. پیغمبری که تسلط بر راه مستقیم داشت دو برابر ما میگفت اهدنا الصراط المستقیم. این چی میگه؟ انسان خیلی، همه ما نیاز داریم که بگیم اهدنا الصراط المستقیم. حالا خدا راه مستقیم، ان ربی علی صراط مستقیم، پیغمبر در راه مستقیم، یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، بندگی خدا راه مستقیمه و عن بدون هذا صراط مستقیم. خب عبادت سزاوار کسی است که پروردگارمان، اول میگه ربی و رب بکن، چون او پروردگارمانه پس بدو فعبدو، پس بندگی او باشیم، بنده کسی دیگه نباشیم. عیسی رو کسی فرزند خدا بدونه این تحریف در دین ما، یک کفره. ان الله ربی و ربکم، خداوند پروردگار من هست، پروردگار شما هست. یکتا پرستی و بندگی خدا راه مستقیمه، باقی راه ها دیگه بیراه هست. توسل به اهل بیت راه مستقیمه، به دلیل اینکه ما دو تا تیکه قیچی میکنیم به هم جفت میکنیم، مثل باغدارا گاهی از دو تا درخت دو تا جوونه میگیرن به هم پیوند میدن، یک میوه جدید در میاد. ما یه قطعه از دعای زیارت جامعه قیچی میکنیم، یه دیگه از آیه قرآن قیچی میکنیم، زیارت جامعه رو به قرآن میچسبونیم، وقتی چیزی نوعش در میاد. دقت کنید، در زیارت جامعه داریم و من یعتصم بالله، من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، هر کس به شما اهل بیت پیغمبر متوسل بشه، دینش و راهش و اخلاقش و دستورش از شما بگیره، هر که به شما متوسل بشه و من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، این مال زیارت جامعه. این سقراس در قرآن هم کبرا شد و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. توسل به اهل بیت استمداد و در اختیار، یعنی معرفت و مودت و اطاعت از اهل بیت، اعتصام به خداست. اعتصام به خدا راه مستقیمه و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. خدای تو به حق محمد و آل محمد،
ما را به راه مستقیم هدایت کن. به علی بن ابی طالب گفتن خیلی میگی اهدنا الصراط المستقیم، تو که راهت مستقیمه. گفت الان فردا چه خبر ندارم، از فردا خبر ندارم. همه ما افرادی هستن فکرشون مستقیمه ولی زبونشون کج میره، حرفاشون خوبه دلشون جای دیگه. راه مستقیم یعنی فکر مستقیم باشه، بیان مستقیم باشه، برنامه صافی باشه، یعنی پیچ نداشته باشه. راه مستقیم، نزدیکترین راه راه مستقیمه، سالمترین راه راه مستقیمه. حدیث داریم چپراس انحراف توشه، راه مستقیمی که روایت داریم نحن الصراط المستقیم، راه مستقیم راه ائمه معصومین هستن. خب آیه 36 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.